فیلم سینمایی برادران لیلا ولی یه وقتایی هم باید بزرگترها رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن خوش اومدید به چنل یوتیوب ترفن این ویدیو دو قسمته بخش اول یه خلاصه کامل از فیلمه و بخش دوم هم نظر خودم در مورد فیلم و پیام های فیلمه که کاملا بدون سانسور و پیچوندن بهتون میگم اگه فیلم رو قبلا تماشا کردید و دوست ندارید دوباره از زبان من داستان رو مرور کنید توی تایملاین همین ویدیو براتون علامت گذاری کردم میتونید به بخش تحلیل و بررسی سر بزنید سکانس اول با یه مرد سال خورده شروع میشه اسم اون اسمایله اسمایل یه پیرمرد تریاکیه که به شدت تابع رسم و رسومات و سنته نتونسته زندگی مالی خوبی واسه همسرش و بچهاش بسازه تمام داراییش یه خونه داغون توی محله حلبی آباتوری تو هواشی تهرانه یه آدمی که چهار تا پسر و یه دختر داره دخترش لیلاست همه کاره خونه است اون یه زن چل ساله مجرده که توی این خانواده که درگیر بحران اقتصادی زندگی میکنه اون توی دفتر اداری پاسش تو تهران کار میکنه و تنها درآمد ثابت خونواده رو داره ولی نه پدرش نه مادرش و نه چهارتا برادرش خیلی به حرفاش گوش نمیدن حتما میپرسید خب چرا لیلا مجرده چون پدرش هرچی خواستگار واسش میومد رد میکرد و معتقد بود که باید حتما خواستگار لیلا از خاندان و فامیلای خودش باشه تا لیلا ازدواج کنه یکی از چهار تا داداشای لیلا اسمش علی رضا بود علی رضا یه کارگر کارخونه بوده که به خاطر اختلاس حساب کارخونه تعدیل نیرو میشه یعنی اخراجش میکنن اونا به این موضوع اعتراض میکنن اما نیروی زده شوره شورشونو رو میگیره و علی رضا هم بیکار میشه و بعد مدت ها برگشته خونه اون یکی برادر لیلا اسمش پرویزه پرویز تو همون پاساجی که لیلا کار میکنه طبقه پایینش به عنوان خدمه‌ای که توالت اونجا رو طی میکشه کار میکنه و از کسایی که به سرویس بهداشتی میرفتن پول میگرفته و با پول اون زندگیشو میچرخونده اون اخیرا پنجمین بچهش هم بچه به دنیا اومد تا الان تمام بچه هاش دختر بودن اما چون اون عشق پسر داشت بالاخره بچه پنجمش پسر شده بود فرهاد اون یکی برادر لیلا هم شغل ثابتی نداره اون بعد کلی زحمت تونست یه پراید بخره و باهاش مسافر کشی میکنه فرهاد عاشق بدنسازی و کشتی کجه و در نهایت میرسیم سراغ آخرین برادر لیلا منوچهر اون یه آدم دقلکاره اون به همراه دوست شغلش اینجوریه که از مردم پول پیش خرید ماشین میگیرن و پولاشون رو بالا میکشن البته اون تونسته توی محله حلبی آباتوری دیگه توی تهران یه خونه غیر داره بدون مجوز بخره فقط ادای آدمای پولدار رو در میاره تا مشتری جذب کنه و اونم وضع مالیش همچین تعریفی نداره خب این اطلاعات کلی از شخصیت اصلی داستان قصه اصلی از جای شروع میشه که اسماعیل میفهمه بزرگ فامیلشون یعنی خاندان جورابلو که پسر عموی اسماعیل بوده یعنی حاج قلام جورابلو فوت شده اسماعیل همیشه از قدیم الایام آرزوش این بوده که یک روزی بزرگ فامیل بشه و یه جورای جانشین حاج قلام جورابلو بشه تا بتونه عزت و احترام فامیل به خودش جلب کنه و از طرفی هم بزرگ فامیل همیشه توی عروسی ها مراسمات کادوهای زیادی میگرفته و این موضوع واسه خودش در آینده منبعی کسب درآمدم هم میدونسته دیگه هرچند که بیشتر هدف اصلیشون عزت و احترامه بوده که توی 80 سال زندگیش نتونسته بوده داشته باشه اون به دیدار پسر حاج میره که رخت سیاه ازش و از سنش در نمی آورده از موضوع فوت حاج یک سالی گذشته بوده اون و سایر فامیل سعی داشتن پسر حاج رو راضی کنن که بعد یک سال از فوت پدرش رخت ازاش در بیاره تا جوانای فامیل بتونن ازدواج کنند و جانشین حاج غلام معرفی بشه پسر حاج غلام بالاخره راضی میشه و رخت سیاهشو رو در میاره اسماعیل اصرار داره که فرزند پنجم پرویز که پسر بوده اسمش بشه غلام به خاطر مرگ بزرگ فامیل که اسمش غلام بوده اینجوری میخواسته ارادت خودش رو به فامیلاشون نشون بده و یه جورای خودش بهشون ثابت کنه در این حد فکر فامیلا و حرف اونا بوده اما پرویز و همسرش به دروغ میگن ما این کارو کردیم و اسم بچه رو غلام گذاشتیم ولی در اصل اونا اسم بچه رو چیز دیگه گذاشته بودن که این باعث درگیریشون میشه لیلا که دیگه از این وضع مالیشون خسته شده بوده رو راه میندازن میگه وضع مالی زندگی ما خوب نیست وقتش یه حرکتی بزنیم و زندگیمون رو عوض کنیم اونا تصمیم میگیرن برن پیش برادر چهارمشون منوچر تا بهشون کمک کنه منوچر برادرشو میبره پیش دوستش توی محله بالا شهر تهران توی شرکت خفن دوستش میگه کار ما توی این شرکت گرفتن پول پیش فروش پراید از مردمه و بعدم بالا کشیدن پولشونه که میتونه سودای میلیاردی خوبی واسمون داشته باشه منوچر به صورت مشترک با دوستش توی اون دفتر کار میکردن اما علیرضا بعد یکم فکر کردن این درخواست رو قبول نمیکنه لیلا به داداشاش پیشنهاد میده که یک بار حساب کتاب کنید ببینید که اگه کل سرمایه هامون رو هم بذاریم چقدر میشه لیلا میگه توی پاساجی که من کار میکنم توی همون طبقه که سرویس بهداشتی وجود داره قرار سرویس بهداشتی یا تخریب بشه و جاش مغازه ساخته بشه که این کار تا چند ماه دیگه اتفاق میافته اما اون پاساژ از الان داره پیش فروش این کار رو انجام میده شما چقدر پول دارید؟ علیرضا میگه 20 تا خورده میلیون تومن فراد میگه با فروش پسندازم و ماشینم رو هم 20 میلیون تومن پرویز میگه من نمیتونم کمک کنم دستم خالیه لیلا هم خودش 8 میلیون با نیم سکه بنوچرا میگه اگه خونه رو بفروشم میتونم 100 میلیون بدم اما خیلی موافق این کار نیست که جلوتر متوجه میشن از این صد میلیون پول منوچر فقط 50 میلیونش دست منوچر رو میگیره چون ماوقیش باید بره توی جیب همسرش که دو ماه ازش طلاق گرفته فرداش لیلا همشون رو راضی میکنه تا اون پاساش و قیمت دقیق پیش پرداخت اولیه خرید مغازه رو در بیارن حساب کتاب میکنن میبینن قیمت اولیه اون 176 میلیون تومنه و اونا دقیقا 60 میلیون کم دارن تو این گیرودا پسر حاج غلام جورابلو به اسماعیل میگه بیاد پیشش اون میگه پدرم وصیت کرده که تو بزرگ فامیل بشی اسماعیل خیلی خوشحال و هیجان زده میشه پسر حاج غلام میگه فقط شرطش اینه که این هفته که عروسی پسرمه تو به عنوان بزرگ فامیل و اولین هدیه دهنده چهل تا سکه تمام به دومات هدیه بدی شرطشو داری؟ اسمایل هم که رویای بزرگ فامیل شدن رو داشته میگه آره شرطشو دارم او میره خونه و این موضوع مطرح میکنه که همه باش مخالفت میکنن و تعجب میکنن از کارش اونا میگن بابا چرا گولشون رو خوردی اونا برای جیبت برنامه ریختن اونا تا الان بهت احترام نمیذاشتن جواب سلامتو نمیدادن چطور یه دفعه نظرشون عوض شده تو مگه اصلا انقدر سکه رو داری بهشون بدی بابای میگه تصور کنید همه جلوم دلاراست میشن همه به هم احترام میذارن و از عروسی های بعدی به من کادو میدن وقتی بمیرم اسم حاج اسماعیل به عنوان بزرگ فامیل مطرح میشن اما بچه نمی نمیفهمیدن که باباشون چی میگه حاج اسماعیل توی فامیلاش با دو تا پیرمرد دیگه هم رقیب بوده یه جورایی و خوشحال بوده که این رقابت رو برده بوده بچه ها میگفتن ما همین هیچ پول نداریم چجور میخوایم چل تا سکر رو جور کنیم بریزیم تو شکم فامیل که اسماعیل میگه من از مدت ها پیش 40 تا سکه رو جمع کرده بودم خورد خورد بچه ها تعجب میکنن میگه تو 40 تا سکه داشتی و با ما نگفته بودی اسماعیل میگه آره واسه همچین روزی ذخیره کرده بودمش بچه ها میگن پس چرا موقعی که کمک میخواستیم به ما نمیگفتی علی رضا میگه الان 40 تا سکه تمام رو هم میشه 60 میلیون تومن و ما دقیقا انقدر کم داریم برای خرید اولیه مغازه میگن بابا با یه مغازه مشکل شغل تمام بچه ها تل میشه هممون میتونیم کار کنیم بعدا ازدواج کنیم و واسه خودمون ماشین و خونه بخریم اما اسماعیل قبول نمیکنه این موضوع و میگه بزرگ فامیل شدن آرزوی دیرینه منه و من حرفاتون گوش نمیدم بچه ها میبینن نه فایده نداره هرچی بگیم این راضی نمیشه حتی حال باباشون بد میشه و کارش به بیمارستان میکشن میگم بی خیال چلتا سکر رو اوکی کنیم و بریم توی مراسم عروسی نوه حاج غلام شرکت کنیم بیا فکر کنیم مثلا این چلتا سکر رو نداشتیم اونا از دوست آشنا کت و شلوار میگیرن و به خودشون حسابی میرسن و میرن توی مراسم توی سالن خیلی مجلل اونا تا وارد تالار میشن خواننده و مجری مراسم با میکروفون بلند اعلام میکنه که بزرگ مراسم حاج اسماعیل جورابلو هستش و اون جانشین حاج غلام جورابلو میشه و از این به بعد بزرگ فامیل حاج اسماعیل و همه میزنن و میرخصن و کلی اشغال میکنن حاج اسماعیل هم که اصلا انگار رو ابرا بوده حسابی داشته اشغال میکرد و از احترامی که همه بهش میذاشتن کیف میکرده توی همین لحظه علیرضا متوجه میشه که لیلا سکه رو با خودش نیاورده علیرضا که متوجه این موضوع میشه فورا میدوه دنبال لیلا لیلا میگه من سکه رو فروختم علیرضا میگه لیلا شوخی نکنم شب آبروی هممون میره لیلا میگه این پول میتونه کاری کنه که ما هممون زندگیمون رو عوض کنیم و صاحب کار بشیم چرا باید این پول بره توی شکم آدمایی که خودشون همچین تالارا و سالنایی میگیرن و توی پول قلت میزنن در حالی که میتونه زندگی فقیرانه ما رو عوض کنه این پول لیلا علیرضا رو شیر میکنه که بره به پسر حاج غلام بگه ما سکه ای نداریم بهت بدیم و اونو توی عمل انجام شده قرار بده علیرضا میره به پسر حاج موضوع میگه پسر حاج غلام عصبانی میشه و با علیرضا برخورد بدی میکنه و میگه من به پدرت گفتم اگه نمیتونه نباید قبول کنه شماها آبروی منو امشب بردید حقتونه بهتون میگن گدا گشنه. پسر حاج غلام با عصبانیت میره وسط مراسم به حاج اسماعیل میگه پاشو برو پایین بشین و رقیب اسماعیل رو به عنوان بزرگ فامیل اعلام میکنه و حاج اسماعیل هم به شدت خجالت زده شده بوده و مات و میاد پایین پسرش با ترس فورا میرن خونه و اسماعیل هم با تاکسی تنهایی برمیگرده خونه با حالت قه میره توی اتاق و در و قفل میکنه لیلا میگه بیخیالشید ما کار درست رو کردیم اون میخواست پولش رو حروم کنه فرداش میرن مغازه رو میخرن و به هم تبریک میگن اونا میبینن که اسماعیل هیچ راضی به این موضوع نیست اسماعیل میگه من واسه گرفتن اون چلتا سکه سند خونه رو گرو گذاشته بودم و برای همین انقدر عصبانیم هم. بچه ها که شوکه میشن با مشورت هم تصمیم میگیرن که فورا مغازه رو پس بدن و پولش رو پس بگیرن تا سریع چلتا تا سکه رو دوباره بخرن و به باباشون پسش بدن و علکی سند خونه رو درگیر این موضوع نکنه لیلا با برادرش صحبت میکنه و سعی میکنه به اونا بگه کارتون اشتباهه لیلا میگه اون مغازه سرمایه است این کارو نکنید بذارید زندگیمون رو عوض کنید اما برادرها میگن ما راضی به ناراحتی پدرمون نیستیم و مغازه ای که پدرمون راضی بهش نباشه واسمون برکت نداره لیلا با بغز میگه باشه ولی امشب یادتون بمونه امشب این تصمیم اشتباهتون آیندهتون رو نابود میکنه. کنه برادرها میرن و مغازه رو میفروشن و میرن صرافی با اون 60 میلیون سکه بخرن تا پس بدن به باباشون اما سکه یکم گرون شده بود جوری که اونا با اون پول فقط سی تا سکه میتونستن بخرن اونا میگن حباب این قیمت ها و تا آخر هفته ارزون میشن ولی همین جوری که میگذشت تواناییشون واسه خرید سکه کم و کمتر میشد سکه از یک میلیون خورده ای رسید به پنج میلیون بعدش 8 میلیون یه جور شد که اونا واسه خرید 40 تا سکه باید 320 میلیون پول میذاشتن و بعدش حتی سکه به 16 میلیون هم رسید پرایدی که فرهاد به زور 20 میلیون فروخته بود الان 100 خورده میلیون شده بود اونا دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن. یه روز وقتی بین لیلا و بابا و مامانش بحث میشه، لیلا معتقد بوده که شما به خاطر نفع شخصیتون سالها باعث نابودی ما شدید. و پیشرفت کنین لیلا میره مبلو میزنه کنار و به باباش میگه این مگه سند خونه نیست مگه نگفتی گروه بانکه بابت سکه ها تو فقط واسه انتقام اون شب از ماها همه سرمایه‌مون رو نابود کردی و به همون دروغ گفتی ما میتونستیم الان با داشتن اون مغازه حد اکثر سرمایه‌مون رو 5 -6 برابر کنیم اما باباش کوتاه نمیاد هیچ جوره و باباش همچنان معتقد بوده که کار درست رو کرده که لیلا اینجا عصبانی میشه و به صورت پدرش سیلی میزنه تا به خودش بیاد که این کار لیلا باعث ناراحتی پدرش و برادراش میشه از اوور منوچه که به خاطر شغل قبلیش چندین و چند میلیارد بدهی و شکایت مردم داشته هیچ راهی براش نبود جز فرار کردن به خارج کشور اون پاسپورت فرهاد رو میگیره و موفق میشه باهاش از کشور خارج بشه سکانس آخرم نشون میده که جشن تولد بچه های پرویزه. همه داشتن واسه بچه ها دوستاشون شم و کیک آماده میکردن که اسماعیل سیگار روشن میکنه روی اون صندلی که همیشه میشسته در حال کشیدن سیگار بوده اما علیرضا متوجه میشه که باباش مرده لیلا هم موضوع متوجه میشن در حالی که همزمان با مرگ پدرشون بچه ها مراسم تولد رو شروع میکنن و شروع به شادی و رقصیدن میکنن که علیرضا و لیلا از شدت شوک موندن با بچه ها خوشحال باشن یا به خاطر مرگ پدرشون ناراحت باشن توی همین لحظه هم فیلم به پایان میرسه خب بیاد بریم سراغ تحلیل فیلم و نظرات خودم خب ببین به نظرم به این فیلم به هر دیدی بخوای نگاه کنی برداشت متفاوتی میکنی بذارید نظراتی که این روزا توی کوچه و خیابون و سطح عموم مردم از این فیلم میگن و من تایید کنم اگه بخوای به این فیلم به چشم سیاسی نگاه کنی واقعا میتونی پل ارتباطی پیدا کنی که انگشت اشاره رو به سمت نظام جمهوری اسلامی برده مخصوصا اینکه خب مشخصه وقتی خبرگزاری مثل خبرگزاری فارس به این فیلم واکنش تون نشون میده قطعا اونا هم همچین برداشتی کردن خب ما خانواده ای رو میبینیم که داخلش پدری وجود داره که از شرایط معیشتی و شغلی بچه هاش کاملا بی اطلاعه و فقط تنها حواسش سربلندی و ظاهر نمایی خودش جلوی فامیله و باشه. یه رقیب پیریم داره یه رقیب دیرینه که وضعیت رقیبه خیلی بهتره خیلی جلوتره بگیرید حرفامو بابای میدونه چیزی نداره ها فقط میخواد ظاهر و خوب جلوه بده فقط میخواد بگه من با تو برابرم و میتونم باد رقابت کنم اما پشت این برابری پوشالی آه و ناله و فقر بچه هاشه چیزی که توی این نظام به وضوح حس میشه این کری خونیایی که با کشورهای اقتصاد برتر دارن اما اینور مردم کشورشون توی فقر و گرسنگی دارن غلط میزنن چل سکه به نماد چل سال و سرمایه‌ای که از بچه های خانواده دریغ شده و قرار صرف چشم هم چشمی و اعتبار پوشالی پدر جلوی فامیل و رقبا بشه پدری که 80 سالش هم هست میبینی اعداد چقدر آشناست بچه‌ها اعتراض میکنن میگن پس ما چی این سرمایه حق ما نیست چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام نیست بیا این سرمایه رو بده به ما تا بتونیم کار کنیم و پدری که اصلا متوجه نمیشه بچه ها چی میگن تا جایی که از لیلا سیلی میخوره که بهترین نقطه فیلم بود شاید سعید روستایی هیچ وقت نمیدونست که این سیلی قراره توی سال 1401 توسط دختران ایران زمین به گوش این پدر پیر واقعا زده بشه توی فیلم مدام نشون میداد که علیرضا گوشش رو میذاش روی قفسه سینه پدرش صدای ضربان قلب ضعیف و ضعیفتر میشد بیجون و بیجونتر میشد تا سکانس پایانی که لیلا و علیرضا نمیدونستن بخندن یا ناراحت باشن بخندن واسه اینکه آینده الان براشون باز شد الان میتونن ایدههای اقتصادیشون رو پیاده کنن الان میتونن پیشرفت کنن یا ناراحت باشن واسه اینکه پدرشون از دست دادن اما نسل جدید فارغ از این دقدقه ها بود اونا توی اتاق دنبال جریان زندگی بودن اونا کاری نداشتن کی مرده کی زنده است فقط به حدی فضا رو درگیر خودشون کرده بودن که یک لحظه لیلا و علیرضا کاملا فراموش کردن که پدرشون مرده دقیقا توی روز تولد و جشن تولدشون حاج اسماعیل جورابلو میمیره من حاج اسماعیل رو صرفا نماد یک فرد نمیدونم نماد یک تفکر و یک نظام میدونم ارتباط های سیاسی جالب دیگه ای هم بود پدر خانواده سطح و کیفیت زندگی بچه ها رو تعیین میکرد نوم پسره پس باید اونجور که من میگم باشه وگرنه از این خونه باید بره دخترم میخواد ازدواج کنه اونجور که من میگم باید ازدواج کنه و زندگی کنه وگرنه بدبخت بشه به من ربطی نداره پسرام کار ندارن و نتونستن ازدواج کنن خودشون مشکلشون رو حل کنن چرا من کمکشون کنم و سکانس خندهدار اونجایی بود که وقتی همه بدبختی ها رو کشیده بودن و حرسشون رو خورده بودن که نتونستن چل تا سکه بابا رو جور کنن بابای تو این گیروداد میگه خب اگه اینجوریه برید همون مغازه رو پس بگیرید نگاهی که بچه بهش میکنن با این مضمون که این پیرمرد اصلا تو باغ نیست واقعا هم همینا دقت کردید اصلا طرف تو باغ نیست سال مهار تورم خداوکیلی شوخی میکنید شما تازه الان متوجه شدید که تورم وجود داره و باید مهار بشه تو سال 1402 اسم این بدبختی که الان هست و دیگه نمیشه تورم گذاشت نمیخوام فاز ناامیدی بدم ولی خداوکیلی به این نمیگن تورم به این میگن فاجعه به این میگن فقر و بدبختی توی بحث اقتصادی که به نظرم اگه کسی با این فیلم نتونست ارتباط بگیره بره خدا رو شکر کنه که توی ایران نیست چون محال ممکنه ایران باشی و شلوقی های وحشتناکی بیمارستان ها دفاتر بیمه پیشخانه آهنال های مردم خیلی از این چیزها رو نشیده باشی یا ندیده باشی محال ممکنه حلبی آبادهای های ایران رو ندیده باشی قیمت هایی که لحظه ای و ثانیه به ثانیه جابجا میشن و مگه میشه ندیده باشی کارخون هایی که حق کارگرشون رو میخورن مگه میشه ندیده باشی اونم برای کیا واسه کسایی که سرمایه داشتن اونا چل تا سکه داشتن اما ازشون دریق شده بود میدونی این چلتا سکه نهفته یعنی چی یعنی توی کشوری باشی که پر از منابع پر از گاز و نفت و ثروته اما از مردمش دریق شده خیلی واضح پیاما ملموس ترین جملات و دیالوگ ها هم اونجا بود که مادر لیلا خیلی حرف جالبی زد گفت من تو این هفتاد سالی که از خدا ام گرفتم تا حالا ندیدم که تو این مملکت چیزی ارزون شه یا اونجایی که علیرضا به لیلا گفت اونقدر ترسمون کردن که حتی مغزمون تصوری از خوشبختی نداره و میترسه به سمت خوشبختی بره. جایی که لیلا حرف قشنگی زد گفت چون تو این مملکت به ما نگفتن فکر کنید به ما نحوه و مدل فکر کردن یاد دادن. یعنی میگن اونجور که ما میگیم باید فکر کنی تو کارگری و قراره تا ابد همین بمونی پس کارگری فکر کن ذهنت اینطور زاده میشه و سیستم به تو اینطور القا میکنه که حدت همینیه که هست راضی باش خدا رو شو کن چون وگرنه همین خونه ای هم که توش هستی از دستت میره ها میبینی چه ترسایی به جونمو میندازن کشور تجزیه میشه میره ها ببین چقدر آشناس دیالوگا در هم به در مورد بازیگران بهتون بگم به نظرم درخشان ترین نقش و خانم ترانه علی دوستی داشتن واقعا عالی بودن یعنی من لذت بردم از ساعت بازیشون چقدر خوب و نقش دختری که خانواده رو داره جمع میکنه و واسهشون هرس میخوره رو بازی کردن در کنارش به نظرم نفر بعدی که خیلی درخشان بازی کرد آقای سعید پورصمیمی بود ایشون هم فوق بودن نوید محمدزاده به نظرم نقش ساده تر بود خوب بود ولی خیلی درخشان نبود نقشش و خیلی از تواناییاش استفاده نشد توی فیلم به نظرم ما بقیه هم خوب بودن و در کل فیلم خیلی خیلی خوبی بود حتی اگه به این فیلم به چشم سیاسی هم نگاه نکنیم یه فیلم اجتماعی کاملا واقعیه کی میتونه این فیلم رو انکار کنه هر کی گفت ایران اینجوری نیست این فیلم انکاره همون لحظه برید شرط مالیشو چک کنید خودتون جوابتون رو میگیرید همراهان دوست داشتنی طرفن به بخش پایانی ویدیو رسیدیم کانال دوممون جوان معترض رو حتما سابسکرایب داشته باشید اونجا کلی ویدیو قرار بذاریم لایک این ویدیو و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون